به نام یاد خدا و با تقدیم سلام، یک بار دیگر خوش آمدید به این کانال. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده، کانال ما را سابسکرایب نمایید. احمد سعیدی همه چیز را فاش ساخت. با عرض سلام، رهبران سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی افغانستان در گذشته در این که در قدرت بودید، با آمدن طالبان هر سه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شما تن یکی پی دیگر از مجبوریت ها فرار را برقرار ترجیح دادید. اما با گذشت هر روز با آمدن طالبان، وضعیت به طرف یک بحران فرهنگی در حرکت است. ولی بدبختی اینجاست که شما در خارج کشور هم یک دیگر خود را و تخریب می کنید. همان طوری که در گذشته متحد نبودید، حالا نیز متحد نیستید. اگر بیدار و متحد نشوید، آینده شما از این بدتر و تلختر خواهد شد. بهتر است به خود آید و متحد شوید. از این بیشتر طالب چه می تواند با شما بکند؟ قصرهایتان را گرفت، کتابخانه های اجدادتان را آتش زد، شهرک هایتان را چور کردند، موترهایتان را ضبط کردند، پاسپورت هایتان را باطل ساخته، خودتان را تبعید کردند، حساب های بانکیتان را بلاک کردند، شرکت هایتان را مهر و لاک کردند، موقفتان را بی عزت ساختند، دریشی های نظامی تان را بی عزت کرد، حزب های تان را پارچه پارچه کردند، ساعت های قیمتی تان را لیلام کردند، لباس های شیک تان را زیر پا کردند، سفر های پر قیمت تان را منع کردند، تیاره های شخصی تان را توقف کردند، فرزندان تان را مسافر ساختند، ورزشگاه های خصوصی تان را بند کردند، فرهنگ های تان را نابود کردند، مکاتب فرزندان تان را بسته کردند، آزادی تان را گرفتند، جایگاه تان را گرفتند، تاریخ تان را گرفتند، شما را به قرون وسطی بردند، به نهایت همه مادی معنوی تان را گرفتند. این کسانی که دیروز خود را رهبر می گفتند، وزیر و والی، وکیل، جنرال، رئیس، مشاور و غیره، آیا می دانید که هم خود و هم مردم خود را خیلی خسته، آوارم و مظلوم ساختید؟ چرا متحد نمی شوید؟ چرا از تاریخ درس نمی گیرید؟ طالبان روز شنبه مجسمه اسبها را در یکی از چهارایی های شهر مزار شریف ویران کردند. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، لحظه بر زمین افتادند. اخیراً اسب‌ها دیده می شود. رسانه های محلی به نقل از مسئولان طالبان در بلخ گزارش دادند که این مجسمه ها به دلایل شرعی ویران شده است. و در پایان، رسانه های بین المللی از موج جدید حملات موشکی روسیه بر شهر مختلف اوکراین خبر دادند. سیکای نیوز در گزارش روز یک شنبه 15 جنوری از حملات موشکی روسیه بر یک ساختمان مسکونی در دینپیرو، چهارمین شهر بزرگ اوکراین خبر داده است. بر بنیاد معلومات نشر شده، این حمله بر یک ساختمان مسکونی انجام شده که در نتیجه آن 14 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. 22 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. تشکر از توجه شما. تا بسته خبری دیگر، خدا نگهدار.